سلام بچه ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. من ندا هستم و بعد از مدت ها میخوام به کسایی که تازه به این کانال اومدن و منو سابسکرایب کردن خیلی خوش آمد بگم و به همه اون دوستان وفادارم که توی مدت غیبت من خیلی احوالجوی من بودن و خیلی به من لطف داشتن رو ازشون تشکر ویژه کنم و بگم که توی این ویدیو قرار خیلی پر انرژی دو جنگنده پرمودا سوخو 35 روسی و F-35 آمریکایی رو با همدیگه مقایسه کنیم و ببینیم که کدومشون توی نبرد و توی جنگ واقعی میتونن پیروز باشن. F-35 آمریکایی یک جنگنده نسل پنجم و سوخو 35 یک جنگنده نسل 4++ هستش و خیلی‌ها میگن که این جنگنده نسل پنجمی حساب نمیشه. F-35 سه نوع جنگنده داره که اولیش F-35A هستش و مختص نیروی هوایی آمریکاست و گفته میشه که حدود 75 میلیون دلار قیمت گذاری شده. F-35B نسخه عمود پروازشه و قیمتش حدود 117 میلیون دلار تخمین زده شده. توی مدل F-35C بال هواپیما یه مقدار بزرگتره و این هواپیما مخصوص ناو هواپیما بر هستش. قیمت F-35C رو حدوداً بین 108 تا 109 میلیون دلار تخمین زدن. بریم سراغ سوخو 35. سوخو 35 نمونه پیشرفته سوخو 27 هستش و اینقدر این سوخو 27 بین روزها محبوب بود که سعی کردن از نظر بدنه هواپیما و کلن تسلیحات و یه سری ویژگی های دیگه اونو ارتقا بدن و برسونن به سوخو 35 و بعدها برسونن به سوخو 57. هنوز آمار درست حسابی در مورد تعداد تولید سوخو 35 در دسترس نیستش و طبق یه سری منابع گفته میشه که 150 فروند از سوخو 35 طراحی و تولید شده. هزینه تخمینی ساخت سوخو 35 تقریبا گفته میشه که 84 تا 85 میلیون دلاره. ویژگی مشترک بین F-35 و سوخو 35 همون یک کابین بودنشونه، یعنی تک سرنشین بودنشون هستش، ولی کلن تفاوتهای زیادی دارن با هم دیگه و همیشه بحث سر اینه که سوخو 35 قوی تره برنده است یا F-35 قوی تره یا برنده است. حالا ما میریم در ادامه ببینیم که خب چه ویژگی های دیگه F-35 داره، چه ویژگی های دیگه سوخو 35 داره که میتونیم امتیاز بیشتری برای نبردشون و برای اصلا برنده شدنشون توی جنگ واقعی بهشون بدیم. البته این صحبت های من بر اساس داده هایی هستش که در مورد سوخو 35 و F-35 هستش و کلن اصلا نمیشه گفت قطعا و حتما F-35 برنده است یا سوخو 35. بریم ببینیم که این دوتا اصلا سر چیا با هم دیگه رقابت دارن. وزن خالی F-35 تقریبا 13 تونه و حد اکثر وزن تیکافش 31 تونه. این جنگنده با یک موتور جتسه. 8 تن تسلیحات میتونه با خودش هم کنه و علاوه بر تسلیحات یک سلاح ثابت داره که توپ 4 لوله 25 میلیمتریه. در مقابل وزن F-35 آمریکایی وزن سوخو 35 تقریبا 19 تونه و وزن تیکاف سوخو 35 34 تونه. سوخو 35 از دو موتور توربوفن استفاده میکنه و میتونه به سرعت 2400 کیلومتر بر ساعت برسه و تا ارتفاع 59000 پایی هم میتونه پرواز کنه. 8 تن تسلیحات با خودش میتونه حمل کنه و غیر از این 8 تن تسلیحات یک توپ 30 میلیمتری هم داره.
مهمترین برتری که F-35 نسبت به سوخو-35 داره رادار گریز بودن F-35 ولی خب میشه گفت که سوخو-35 هم یه جورایی اومده اینو جبرانش کرده و خب به خاطر اینکه سوخو-35 یه مقدار بدنه بزرگتر و پرهیبتری هم داره به خاطر اینکه دیده نشه و حالا کلن یکم رادار گریزتر بشه یکم حالا نه خیلی زیاد اومدن توی بدنه این هواپیما یه سری مواد به کار بردن که بتونه سطح رادار گریزی این هواپیما رو بیشتر کنه و تلاش که تقریبا برای رادار گریز کردن سوخو-35 به کار رفته تقریبا میشه گفتش که یک هدف پوچ بوده به خاطر اینکه F-35 کلن خیلی سطح رادار گریزیش بالاتر و در یه نبرد واقعی F-35 خیلی راحت تر میتونه سوخو-35 رو کشفش کنه حالا به خاطر همون بدنه بزرگترش ولی توی نبرد واقعی F-35 خیلی راحت تر میتونه سوخو-35 رو با اون حالا هیبت بزرگترش و اون سطح رادار گریزی کمترش کشف کنه و خب وقتی یه هواپیما بتونه زودتر دشمنش رو تشخیص بده میتونه یه مسافت بیشتری رو بره و برسه به حالا دشمن و طبیعتا هواپیمایی که دیرتر کشف میشه میتونه مسافت بیشتری بره و هواپیمای مقابل و دشمن رو زودتر و راحتتر مورد هدف قرار بده در مقابل هم سوخو-35 با سنسورها و تجهیزاتی که برای امواج مادون قرمز داره احتمال اینکه بتونه F-35 رو کشف کنه هست توی نبرد داگ فایت سوخو-35 برتری بیشتری داره به خاطر اینکه کلن فرستره کلن سرعت بیشتری داره و خیلی سریعتر میتونه F-35 رو شکست بده و علتش هم اینه که جهت بردار رانش موتورهای جتش میتونه تغییر کنه و این خیلی قابلیت چشمگیری میتونه باشه اما توی نبرد داگ فایت یا نبرد نزدیک هوایی سوخو-35 به خاطر اینکه قدرت مانورپذیری بالایی داره میتونه خیلی سریع F-35 رو بزنه مورد هدف قرار بده چون جهت بردار رانش موتورهاش میتونه خیلی سریع تغییر کنه و با همون قدرت مانورپذیری بالای سوخو-35 خیلی سریع و راحت میتونه F-35 رو مورد هدف قرار بده کلن F-35 قابلیت مانورپذیریش یه مقدار کمه و کلن سریای F یه مقدار مانورپذیریاشون پایین تر بوده مخصوصا مدل های پایین ترش مثل F-16, F-18, F-15 ولی خب اومدن توی F-35 اینو یه مقدار جبرانش کردن ولی باز هم این قدرت مانورپذیری و کلن طرز و فرز بودنش هنوز به اندازه سوخو-35 نرسیده و نرسیده اگه توی نبرد داگ فایت قراره که سوخو-35 برنده بشه و خب قدرتمندم هست توی این زمینه به خاطر دلایلی که گفتم اونم یه شرطی داره اینه که اصلا این دو تا هواپیما یعنی F-35 و سوخو-35 به هم دیگه برسن تو که بشن بتونن با هم دیگه نبرد دارک فایت داشته باشن ولی خب به خاطر رادارگریزی قابلیت رادارگریزی F-35 فکر میکنم که سوخو-35 کلن به نبرد داگ فایت نرسه به خاطر که خب کلن هم F-35 رادار گریزه همین که از راه دور خیلی سریع میتونه این سوخو-35 رو تشخیص بده حالا چطوری میتونه تشخیصش بده؟ در نبرد فراتر از دید وقتی که خلبان ها نمیتونن هواپیمای دشمن رو ببینن همه چیز به عهده رادار هستش و وقتی همه چیز به عهده رادار باشه و به رادار بستگی داشته باشه احتمال این که F-35 پیروز میدون باشه خیلی زیاده و اگه همه این اتفاقا نیفته و حالا F-35 نتونه سوخو-35 رو تشخیص بده و اینا به نبرد نزدیک هوایی برسن احتمال اینکه سوخو-35 برنده باشه زیاده برد راداری سوخو-35 تقریبا 300 الی 400 کیلومتره اما هنوز و در حال حاضر برد راداری F-35 اعلام نشده و احتمالاً بر علیه یک سوخو-35 بردش میتونه حدود 200 کیلومتر باشه از رادار گریزی F-35 و قدرت مانورپذیری سوخو-35 بگذریم بیایم ببینیم اینا اصلا چه تسلیحاتی دارن اصلا چه قدرتی توی بمب افکنی و کلن جنگیدن و چه قدرتی توی تسلیحاتشون دارن هر دوی این هواپیمای جنگنده میتونن انواع تسلیحات پیشرفته هوا به زمین و هوا به هوا رو هم کنن که بازم برتری اینجا با F-35 که میتونه تسلیحاتش رو داخل بدنه خودش هم کنه و این توی سطح مقطع راداریش هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. ولی سوخو-35 باید همه تسلیحاتش رو زیر بالهاش هم کنه
که همین باعث میشه سطح مقطع راداریش بیشتر بشه. اما اون هیبت بزرگ و کلن یه مقدار بزرگتر بودن سوخو 35 نسبت به F-35 به خاطر همین بوده که بتونه تسلیحات بیشتری رو با خودش هم کنه و بتونه کلن توی این حداقل نبرد پیروز میدون باشه. از نظر موشک هوا به هوا F-35 میتونه 7 موشک هم کنه و در مقابلش سوخو 35 میتونه 12 موشک با خودش هم کنه. F-35 میتونه از فاصله خیلی دورتری با سوخو 35 درگیر بشه و اونم به خاطر اینه که هم تشخیص F-35 سخت داره و هم اینکه F-35 کلن رادار گریزتر. هزینه تعمیر و نگهداری سوخو 35 ارزونتر و راحتتر نسبت به F-35. تسلیحات بیشتری با خودش میتونه هم کنه، برد بیشتری نسبت به F-35 داره و کلن این دوتا هواپیما حتما باید توی جنگ واقعی مقابل همدیگه قرار بگیرن تا ما بتونیم تصمیم بگیریم که کدومشون قوی ترن. و البته و مهمتر از همه اینه که خلبانهایی که پشت این دوتا هواپیمای جنگنده میشینن خیلی خیلی مهم هستن که چطوری آموزش دیدن، چقدر با استعدادن و چقدر در لحظه و همون زمان جنگ میتونن توانایی‌های خودشون رو با توجه با توانایی‌های هواپیماها ادغام کنن و بتونن پیروز میدون باشن. حالا با توجه به این مقایسه که من توی این برنامه داشتم، شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین توی ساخت یک هواپیما یا این که اصلا کلن برنده شدنش توی یک جنگ سطح رادار گریزیش خیلی مهمتره یا قدرت مانور پذیری مهمتر توی یک هواپیما جنگنده؟ برای من بنویسین که کدومش به نظر شما مهمتره. و اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنین، حمایت کنین مثل همیشه و خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.